وقتی از سازگاری دین و عقل صحبت میکنیم و گفته می شود که در سنت تاریخی ما دین و عقل تعارض ندارد، که گفتم در یک فضای غیر تاریخی و اصیلی این بحث گفته میشه و معنیش این است که بین دین و عقلانیت متافیزیکی تعارضی وجود ندارد، آیا مراد این است که ما در واقع به دین صورت متافیزیکی ببخشیم؟ در اون صورت تفکر متافیزیکی به ذات سکولار دین ما را از درون سکولار میکنه و این قصه است که هم در مسیحیت روی داده و هم در جهان اسلام. یعنی در واقع در فارابی و در ابن سینا دین و عقل سازگار شد، جمع شد با لطایف الهیلی که با فلسفه اسلامی. اما نهایتاً صورت متافیزیکی بر عقلانیت غلبه پیدا کرد، یعنی دین از درون سکولار شد. و من همینجا تو بحثای خودم چند وقت پیش در مصاحبه که در مورد حوزه های علمیه داشتم گفتم مجسمه ارسطو در شبستان های حوزه علمیه ما باید ویران شه. حوزه های علمیه ما به ظاهر دینی و به ذات سکولاره، چون به شدت تحت منطق ارسطویی و تفکر متافیزیکی به اصطلاح ارسطویی است، به شدت. لذا این دین دینی نیست که در واقع شور و حال ایمانی درش باشه. تفکر متافیزیکی، تفکر کانسپچوال در واقع روش غلبه پیدا کرده و این دین تبدیل به پاره‌ای از آموزه‌های تاریخی شده. همین بلا رو سر بچه‌های ما آوردن با درس معارف اسلامی و دینی در کتاب‌ها. مجموعه آموزش‌ها رو خواستن حقنه کنن به بچه‌ها، فکر می‌کنن دین یعنی مجموعه‌ای از آموزش‌ها و به اصطلاح معارف، و بچه‌ها استفراغ کردن و پس زدن تو صورت به اصطلاح نظام جامعه ما به دلیل عدم درک مقوله امر دینی. به هر حال در سنت تاریخی ما بین دین و فلسفه در یک بیان غیر تاریخی سعی کردن عقل و دین رو جمع بکنن. این پروژه‌ای بود که اولین بار استارتش رو فارابی زد، ابن سینا دنبال کرد، ملا صدر اونو به اوج خودش رسوند. در روزگارم در واقع هم متحری و هم دیگران و هم طلبه های ما و هم حوزه‌های علمی ما حرفی بیشتر از پروژه‌ای که در گذشته بود رو بیان نمی کنن و طرحی نوعی در واقع نینداختن. البته این طرح مبتنی بر یک مفهوم ایرانی هم بود، یعنی در واقع خود فارابی و ابن سینا تحت تاثیر حکمت ایرانی بودن، مفهوم حکمت خالده که این در سنت ایرانی وجود داشت، در تفکر قبل از اسلام هم در واقع وجود داشت، که در فلسفه ایرانی اعتقاد به نوعی جاودان خرد یا حکمت خالده‌ای بود که در همه سنت ها وجود داره و امروز هم تراد جنرال سی مثل سید حسین نصر و اینا به همین حکمت خالده تفکر ایرانی برگردن و معتقدن جان دین و جان حکمت یونانی در واقع یکیه. اما خب این تلقی یک نوع تلقی ذات‌گرایانه است، با بینش غیر تاریخی ارسطویی پیوند خورده و در واقع درک تاریخی تفاوت‌های عقلانیت دینی ابریسامی یهودی و عقلانیت متافیزیک یونانی و عقلانیت علمی و تکنولوژی جدید رو درک نمی‌کنه. اساساً در تاریخ فلسفه اسلامی از زمان فارابی تا زمان ما کوشیده شد بر اساس همین حکمت خالده طرح تازه‌ای در واقع مطرح نشد و کوشیدن که در واقع یک نوع وحدت بدن و در واقع همه تکرار همون حرفی بود که فارابی بود. غیر از فارابی تو این زمینه ما حرف دیگری نداشتیم، به یک استثناء که الان می‌خوام گفت. در دوره جدیدم چهره‌ای مثل اقبال لاهوری، شریعتی، اینها راه دیگری پیش گرفتن. اینها کوشیدن شکاف میان سنت یونانی و سنت دینی رو دنبال بکنن، یعنی پروژه فارابی رو کاملا تغییر دادن. دکتر سروش طرح هرمنوتیکی رو داد، یعنی بر اساس رابطه معرفت پیشینی و پسینی. مرحوم فردید طرح نگرش علم الاسماء تاریخی رو مطرح کرد. یک از طرح‌های متفاوت در جهان اسلام، فقط یک طرح متفاوت وجود داشت، اونم معلوم نیست که چقدر این خبر تاریخی درست باشه، این الگوی دیگر رو به ابن رشد نسبت میدن. گفته می شود این رأی منسوب به ابن رشد است، اما برخی از مورخین معتقدن که این رأی ابن رشد نبود، اما مهم نیست برای ما، یعنی بحث فیلولوژیک و تاریخی نداریم. اما رأی دیگر که منسوب به ابن رشد است اعتقاد به حقایق مضاعفه، یعنی ما یک حقیقت واحد نداریم، ما دو تا حقیقت داریم. لذا حقیقت دینی یه چیز است و حقیقت متافیزیکی چیز دیگری. در روزگار ما دکتر شایگان در کتاب افسون زدگی جدید
یا تفکر سیار، هویت چلتکر که مطرح میکنه از یک نوع پلورالیسم دفاع میکنن. تمام سنت تاریخی ما از زمان فارابی تا ملا صدرا و تا مطهری، همچنین در چهرهای مثل شریعتی، سروش، فردید و دیگران، در واقع این سنت مونیستی بوده. یعنی خواستن به یک نف، به یک نظام واحد برسن، به یک نظام واحد برسن، و این فقط به عبارتی، به بیانی ابن رشد و به تبع اون دکتر شایگان، در واقع کوشیدن از یک طرح پلورالیستی برای نسبت عقل و دین به اصطلاح دفاع کنند.